عباس بختیاری هستم، مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس، بازیگر تئاتر و سینما. از سال 1983 تبعیدی مقیم فرانسه هستم. من جز نخستین دستگیر شده های بعد از انقلاب 57 هستم. به جرم هواداری از سازمان شرکای فدای خلق دستگیر شدم. این دستگیری کاملا زندگی منو دگرگون کرد. من با ورود به زندان احساس کردم که در واقع ورق تازه از زندگی من باز شد، چون تجربه نه زندان رو داشتم و نه اون فضای تلخ و سیاهی که همه روزه در زندان شاهدش بودم. اتفاقات خیلی نافرخنده برای من رقم خورد، از جمله اینکه همسر من 6 ماه باردار بود، در اثر یورشی که به خانه شد بچه کشته شد. توی شکم همسرم و جلوی چشمهای منم دوستی داشتم یا رفیقی داشتم که با گلوله سینه او رو نشانه گرفتن و او هم جلوی چشمان من جان باخت. بعد از آزادی چه کار کردین؟ پس از آزادی زندگی مخفی رو انتخاب کردم. سریعا خوزستان رو ترک کردم. در تهران با ارتباطی که با سازمان شرکای فدای خلق برقرار شد، تبدیل شدم به یک فرد سازمانی که یک زندگی مخفی رو با داشتن یک اسلحه و سیانور در واقع در تهران آغاز کردم. و خیلی تلخه که من بگم خواهر من که 19 ساله بود و باردار بود 6 ماه تو شعله‌های آتش سوخت، و خب ما یک به هر حال فرهنگی داریم که باید میرفتم توی مراسم شرکت میکردم. من با اجازه مسئول سازمانیم یک مسیر رو با تاکسی از تهران تا بروژر طی کردم، مسلح با قرص سیانور، و شما نمیتونید تصور بکنید شیون و زاری خانواده و همه فامیل، و من وسط این همه آدمی که شیون میکردن و گریه، دستم حواسم به کلتم بود و یه قرص سیانور زیر زبونم. چه مدتی در ایران بودید بعد از انقلاب؟ من از سال 57 که انقلاب شد بودم در خانه های تیمی تا سال 62. البته من قبل از 62 مجدداً دستگیر شدم و مدتی هم زندان بودم. علارغم 12 بار بازجویی موفق نشدن اطلاعاتی از ما بگیرن، چون در واقع دستگیری ما مربوط نمیشد به سازمان. ما یک خونه اجاره کرده بودیم که قبلا سازمان دیگری او رو اجاره کرده بود، و فردی که زیر شکنجه قرار میگیره پس از مدت‌ها مقاومت اطلاعات سوخته میده و به اون خونه حمله میکنن، به آن خانه حمله میشه. پس از 4 ماه ما زندان رو ترک کردیم. خب اینها همینطور ادامه داشت تا من لحظه‌ای که در واقع خاک ایران رو ترک کردم، آمدم دبی. حتی در دبی هم من باز سیانور همراه هم بود، و دیگه زمانی که فرانسه آمدم خیالم راحت شد که اینجا دیگه اون کابوس نیست، اون کابوسی که تو هر لحظه فکر میکنی دستگیر میشی و برای نجات جان سایر دوستا و رفقات، برای اینکه دیگران آسیب نخورن، این سیانور رو باید ازش استفاده بکنی. هنگامی که وارد پاریس شدم یک شوک بود. من هنوز فکر میکردم من الان خوابم یا بیدارم. واقعا من یک انسان زنده هستم، چون تو زندان دوران خیلی خیلی سختی داشتم. ابتدا آسیب خوردم سر این قضیه، یعنی واقعا مدت ها ناراحت بودم، و برای همین وقتی آمدم اینجا عصیان کردم. اینجا یورش میبردم به سفارتخونه های ایران و میخواستم این در واقع یه جوری حمایت خودم هم، چون اونجا دیده بودم آدم ها چطوری شکنجه میشن، از زندانی سیاسی نشون بدم، بروز بدم. ولی خب با گذشت زمان من متوجه شدم که اینجا در واقع همه چیز متفاوته با اون دنیایی که من داشتم. من از دل فقر آمده بودم، من از محله‌ای آمده بودم که اصلا اسمش ظلم‌آباد بود. الان زندگی چجوریه بعد از اینکه برمیگردید به اون 40 سال نگاه میکنید؟ امروز فکر میکنم من جزء اون دسته از یا اون 5% در واقع انسان‌های این کره خاکی هستم که با سعادت دارم زندگی میکنم، با خوشبختی دارم زندگی میکنم، گرچه زندگی تیره و سیاه بشر برای من یک درد، یک اندوهه، ولی میتونم بگم امروز غصه خودم رو ندارم.